مرقس فصل دوم. بعد از چند روز عیسی به کپرناوم برگشت و به همه خبر رسید که او در منزل است. عده زیادی در آنجا جمع شدند به طوری که حتی در پیش دروازه خانه هم جای نبود و عیسی پیام خود را برای مردم بیان میکرد. عده مرد شلی را که به وسیله 4 نفر آورده میشد نزد او آوردند، اما به علت زیادی جمعیت نتوانستند او را پیش عیسی بیاورند. پس سقف اتاق را که عیسی در آنجا بود برداشتند و وقت آنجا را باز کردند، مرد شل را در حال که روی تشک خود خوابیده بود پایین گذاشتند. عیسی وقت ایمان ایشان را دید به مرد شل گفت: ای فرزند، گناهان تو آمرزیده شد. چند نفر از ملایان یهود که آنجا نشسته بودند پیش خود فکر کردند: چرا این شخص چنین میگوید؟ این کفر است. کی جز خدا میتواند گناهان را بیامرزد؟ عیسی فوراً فهمید آنها چی افکار در دل خود دارند، پس به آنها فرمود: چرا چنین افکاری را در دل خود راه میدهید؟ آیا به این شل گفتن گناهانت آمرزیده شد آسان تر است، یا گفتن برخیز تشک خود را بردار و راه برو؟ اما برای این که بدانید پسر انسان در روی زمین حق آمرزیدن گناهان را دارد، به آن شل فرمود: به تو میگویم برخیز، تشک خود را بردار و به خانه برو. او برخاست و فوراً تشک خود را برداشت و در برابر چشم همه خارج شد. همه بسیار تعجب کردند و خدا را حمد کنان می گفتند: ما تا به حال چنین چیزی ندیده ایم. بار دیگر عیسی به کنار دریا رفت. مردم پیش او آمدند و او به تعلیم آنان شروع کرد. همچنان که می رفت، لاوی پسر حلفا را دید که در محل وصول مالیه نشسته بود. عیسی به او گفت: به دنبال من بیا. لاوی برخاست و به دنبال او رفت. وقت عیسی در خانه لاوی سر دسترخوان نشسته بود، عده زیادی از جزیه‌گیران و خطاکاران با او و شاگردانش نشسته بودند، چون بسیاری از آنها پیرو او بودند. وقت عده از ملایان فریسی او را دیدند که با جزیه‌گیران و خطاکاران غذا می‌خورد، به شاگردانش گفتند: چرا با جزیه‌گیران و خطاکاران غذا می‌خورد؟ عیسی این را شنید و به آنها فرمود: بیماران احتیاج به طبیب دارند، نه تندرستان. من آمدم تا خطاکاران را دعوت نمایم، نه پرهیزکاران را. یک موقعی که شاگردان یحیی و پیروان فرقه فریسی روزه‌دار بودند، عده پیش عیسی آمدند و پرسیدند: چرا شاگردان یحیی و فریسیان روزه می گیرند، اما شاگردان تو روزه نمی گیرند؟ عیسی به آنها فرمود: آیا می توان انتظار داشت دوستان داماد تا زمانی که داماد با آنها است روزه بگیرند؟ نه، تا زمانی که داماد با آنها است آنها روزه نمی گیرند. اما زمانی خواهد آمد که داماد از ایشان گرفته می شود، در آن وقت روزه خواهند گرفت. هیچ کس لباس کهنه را با پارچه نو پیوند نمی کند. اگر چنین کند، آن پینه از لباس جدا می گردد و پارگی بدتری به جا می گذارد. همچنین هیچ کس شراب تازه را در مشکهای کهنه نمی ریزد. اگر چنین کند، شراب مشک را می ترکاند و مشک و شراب هر دو از بین می روند. شراب تازه را در مشکهای نو باید ریخت. در یک روز سبت عیسی از میان مزارع گندم می گذشت و شاگردانش در حال که راه می رفتند شروع به چیدن خوشه های گندم کردند. فریسیان با او گفتند: ببین چرا شاگردان تو کار می کنند که در روز سبت جایز نیست؟ عیسی فرمود: مگر نخوانده اید که داوود وقت خود و یارانش احتیاج به خوراک داشتند چه کرد؟ در زمان ابیاتار کاهن اعظم به خانه خدا وارد شد و نانهای تقدیس شده را که جز کاهنان کس حق خوردن آنها را نداشت خورد و به همراهان خود میز داد و به آنها فرمود: روز سبت برای انسان به وجود آمد، نه انسان برای روز سبت.
بنابراین پسر انسان صاحب اختیار روز سبت هم هست.